چطور با وجود تازه کار بودن بتونیم هر چیزی رو بفروشیم؟ یکی از بزرگترین اشتباهاتی که فروشنده انجام میدن اینه که سعی میکنن همه چی رو فقط به یک روش بفروشن، ولی خب همچین چیزی جواب نیست. دو نوع تقاضا توی بازار داریم. یک، تقاضای موجود. این یعنی در حال حاضر برای محصول یا خدمات شما تقاضا هستش. مثلا چی؟ قهوه. شما وقتی صبح پا میشی دوست داری یک فنجون قهوه بخوری، یا چه میدونم سر ظهر میخوای برگر و سیب زمینی بخری، یا نه ماشین نیاز داری، خونه میخوای بخری، میخوای خونه و ماشینت رو عوض کنی. این موردا رو میگن تقاضای موجود. این یعنی اینکه آدم‌ها همین الانم هم دنبالشون هستن. وقتی دارید چیزی رو میفروشید که جزء این دسته است، کاری که باید انجام بدید اینه که با افراد ارتباط برقرار کنید و اونها رو متقاعد کنید چرا محصول شما خدمت شما بهتره، مثلا ارزش بیشتری داره یا از یک جنبه ای متفاوته. این تنها کاری که باید بکنید، چون طرف همین الان تقاضاش رو داره. مثلا صبح پا میشین یک فنجون قهوه میخواییم بخورین، به خودتون فکر میکنین برم فلان کافه تو فلان خیابون یا برم همین کافه محله خودمون. دومی، تقاضای ایجاد شده است. این خیلی با اولی فرق میکنه. وقتی دارید یک محصول رو میفروشید که توی این دسته قرار میگیره، باید به این مطلب توجه کنید که این محصول چیزی نیستش که یک نفر صبح پاشه بگه آره اینو امروز میخوام بخرمش. بگذارید یک مثال براتون بزنم. بیمه. هیچکی صبح از خواب پا نمیشه بگه وای چه روز خوبی امروز برم خودمو بیمه کنم، یا هیچکی صبح پا نمیشه بگه چقدر دیشب خوب خوابیدم برم یک دوره دیجیتال مارکتینگم حالا این وسط بخرم. نه، اینها تقاضای ایجاد شدن. وقتی تلاش میکنید این دوتا مدل تقاضا رو به یک روش بفروشین، 100% شکست میخورین، چون همونطور که گفتم تو تقاضای موجود شما فقط باید حرف بزنید، طرف رو متقاعد بکنید که چرا شما فرق میکنید و بهترینید. ولی واسه تقاضای ایجاد شده شما اول باید اون میل و خواست رو توی طرف به وجود بیارین که این تقاضا رو پیدا کنه. مثلا یکی از دوره هام فروش قیمت بالا رو در نظر بگیرید. هیچ کی صبح پا نمیشه بگه بی صبرانه منتظرم یک فروشنده قیمت بالا بشم. نه، من اول باید همچین تقاضایی رو توی بازار ایجاد کنم. حالا چطوری؟ به جای اینکه اون محصول یا اون سرویس رو بفروشین، اولین چیزی که باید بفروشین کانسپت، این ایده است که چرا من اصلا به همچین چیزی نیاز دارم. اون تقاضا رو باید به وجود بیارین. وقتی به وجود آوردین، حالا باید مجاب کنین طرف رو که از شما بخره. بگین که چرا شما و کمپانی شما توی این زمینه بهتر از بقیه در عمل میکنید. وقتی این کارو کردین، حالا میتونین در مورد محصول و خدماتتون حرف بزنید. میبینید پس این چرخه فروش طولانی تری داره، چون اول باید مشتری رو مجاب بکنید که چرا به این احتیاج داره. اون خواستش رو باید توی اونها به وجود بیارید، مخصوصا اگر چیزی که دارید میفروشید ملموس و قابل لمس نیست. مثل یک تبلیغ، یک محصول دیجیتال مارکتینگ، یک محصول مشاوره‌ای، اگر دارین چیزی که قابل لمس نیستش رو میفروشین، این یعنی محصول یک محصول فیزیکی نیستش. شما یک چکش رو در نظر بگیرید، همه چیش مشخصه. تو فروشگاه هم میتونه طرف ببینتش، لمسش کنه و برش داره. ولی وقتی یک چیزی که قابل لمس نیست رو میفروشین، این یعنی اون چیز مفهوم انتزاعیه، نمیشه لمسش کرد، با چشم دیدش. بنابراین وقتی مشتری اون ایده شما رو پسندید و خریدارش شد، بعد کار خود شما رو هم پسندید، اون رو هم خواست، اون وقت که میشه گفت محصول شما به فروش رفته. حالا اگر میخواید بدونید که من محصولاتم رو چطوری با قیمت بالا میفروشم، لینک زیر رو کلیک بکنید تا یک ذره بحث رو تخصصی تر کنیم و یاد بگیرید که چطوری این کار رو به روش مناسب انجام بدید. غیر حرفه‌ای جلو نرین. یک روش درست واسه انجام این کار هست، یک روش نادرست. بیاین روش درستش رو یاد بگیرید.